این هفته دوچرخه آبی، گوشی گرد، خالکوبی یه بار مصرف و کیک فوری. به بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان خوش آمدید. Are you CES ready? با حضور 180 هزار نفر از 160 کشور جهان و با حضور 4000 شرکت و یک ربات پیتزا پز. خوش آمدید به CES. میگن هر چی در لاس وگاس اتفاق بیفته همونجا میمونه، ولی با تشکر از پرینکر این خالکوبیا نمیمونن، چون که با آب پاک میشن. هر تصویری رو که میخواید از اپش انتخاب میکنید و اون براتون چاپش میکنه. تمام. همونطور که دیدید من سمیکالون رو انتخاب کردم. اینو نگاه کنید. این یکی نخ نوری لایت تریده، از مایکرو ال ای دی ساخته شده و از سوراخ سوزنم رد میشه. توی شیشه گذاشته بودنش، ولی ما این شرکت رو راضی کردیم که بذارن یکم باهاش ور بریم تا شما ببینید که چقدر ظریفه. هرچند هیچ برنامه‌ای ندارن که ازش توی دوخت و دوز استفاده کنن، تا ببینیم نظرشون عوض میشه یا نه. این طرف نمایشگاه میشه ورتکس بازی کرد، که در واقع تشکیل شده از یک پنکه قوی توی یک جعبه که با باد گرم و سرد تجربه بازی با گیم رو همه جانبه یا ایمرسیو میکنه. این سلفی تایپه، یک محصول مفهومی از سامسونگ سی لب. هدفش اینه که به جای تایپ روی صفحه کلید گوشی از دوربین سلفیتون استفاده کنید. شما روی میز تایپ میکنید، دوربین گوشی هم تشخیص میده که منظورتون کدوم حرفه. روش کارش با صفحه کلیدهای لیزری متفاوته. در صفحه کلید لیزری انگشتتون باید دقیقاً روی نقطه خاصی زده بشه تا حرف مشخصی انتخاب بشه، اما این یکی بر اساس الگوی حرکت انگشتان تصمیم میگیره. عجیبه، چون با اینکه من چندان فرصتی نداشتم که تمرین کنم، اما در مدت کوتاه پیشرفت کردم و سرعت تایپم به طور چشمگیری بالا رفت. میدونم که الان وقت درخت کریسمس نیست، اما میخواستم این چراغا رو به شما نشون بدم که میتونن الگوهای هماهنگی ایجاد کنند. پشت لامپ‌های LED رنگیه توینکلی، تفاوتش با بقیه اینه که تک تک این لامپ‌ها رو میشه کنترل کرد و رنگشون رو تغییر داد، اونم با یک اپ. اما قبلش بایستی از کل این مجموعه که رشته لامپا رو روش گذاشتیم یک اسکن با این اپ انجام بشه و بعد میشه الگوهای مختلف رو انتخاب کرد و تغییرش داد. حتی این امکان وجود داره که شما طرح خودتون رو نقاشی کنید و اون رو بفرستید روی درخت. روی این درخت کریسمس 3000 تا LED گذاشتن که قیمتش هم 600 دلار تمام شده. هر چه تعداد این لامپ‌ها رو بیشتر بکنید، میشه طرح‌ها رو دقیق‌تر روش اجرا کرد. این اولتی ریسره. شما سوار بر دوچرخه رکاب می‌زنید و ازش برای کنترل بازی‌های ویدئویی استفاده می‌کنید. نوآوری که به خرج دادن اینه که حتی میشه از سوی به سوی دیگه خم شد و در بازی هم به همون سمت رفت بدون اینکه ازش بیفتید. هر چه سریع‌تر رکاب بزنیم، گلوله‌های بیشتری رو در این بازی شلیک می‌کنیم. حتی یک بازی مسابقه‌ای هم داره. حالا وقتشه بریم سراغ یک نمونه آزمایشی از یک گوشی هوشمند. اگه می‌خواید گوشی فعلیتون رو آینده نگرانه کنید تا به یکی از گوشی‌های تاشوی امروزی بدل بشه، شاید این دستگاه ساخته شده از نمایشگرهای GB بتونه بهتون کمک کنه. یک نمایشگر کلیک شدنی که گوشی فعلی شما رو به یک تلفن تاشوی سلطه‌ای تبدیل میکنه. البته یه جورایی. حدس بزنید این چیه؟ یه گوشی هوشمند. حالا حدس بزنید اسمش چیه؟ سیرکل فون. گوشی گرد. اسم برازنده‌ایه نه؟
خب هدف طراحش این بوده که یک گوشی هوشمند طراحی کنند که برای یک کار گروهی به درد بخوره. برای مثال این میشه گذاشت رو میز و با دو تا درگاهی که مخصوص هدفون هست میشه دو نفری مثلا به موسیقی گوش کرد. نکته جالبش برای من تعداد زیاد درگاه و پورتایی که معمولا رو تلفن این تعداد رو نمیبینی و خب احتمالاً به درد چیزای مختلفی میخوره. طراحی گردش باعث میشه که اپلیکیشن هایی مثل ساعت خیلی جالب به نظر برسن، چون ساعت تو ذهن ما معمولا گرده و خب میشه باهاش سلفی هم گرفت. میتونم عکس بگیرم از خودم. اما به نظر من هنوز خیلی مونده که طراحی اپلیکیشن ها رو برای همچین گوشی با این فرم و این حالت گرد تغییر بدن. بایستی همه اپلیکیشن ها رو طوری طراحی کنند که روی این در واقع اینترفیس روی این وضعیت گرد خوب دیده بشه و خب تجربه کاربری خوبی رو در اختیار کاربرانش بگذاره. البته این یک نسخه آزمایشیه و طراحی نهاییش طبیعتاً بهتر خواهد شد، نازکتر میشه و خب یه چیز خوش دستری خواهد بود احتمالاً. حتما دستگاه های قهوه فوری رو دیدید که میتونه از کپسول های کوچیک نوشیدنی های متنوعی درست کنه. این دستگاه آرژانتینی به نام تیگوت هم شبیه همون کار رو انجام میده، فقط کیک و کلوچه درست میکنه. از بین این کیک ها من یکیشو انتخاب میکنم. درشو باز میکنم. خب بذارمش این تو. حالا من چون خودم میخوام بخورم بد دل نیستم، من دست خودم میذارم. خب بریم ببینیم که چطوریه. حالا مسئله سخت ماجرا اینه که باید منتظر بمونم. خب به نظر میاد که آماده شده. ببینیم چی از آب در اومده. ظاهرش که خوبه. ببینم طعمش چطوره. خب حالا بعد از این همه خوردریز وقتشه که سری بزنیم به محصولات مهمی که در این نمایشگاه ازشون رو نمایی شده و این کار رو با زدن به قلب CES یعنی تلویزیون ها شروع میکنیم. این اسمش سروه، یک تلویزیونی که در ظاهر هیچ فرقی با تلویزیون های معمولی نداره. درسته که 4K اما میتونه به هر گوشی هوشمندی وصل بشه از جمله اپل. ایدهش از اینجا میاد که خیلی از کاربران محتویات آنلاین تماشا میکنن یا سرگرم شبکه‌های اجتماعی هستند که شاید دوست داشته باشن همین محتویات رو در تلویزیون‌های خونه‌شون هم ببینن. سامسونگ به سراغ نمایشگرهای 8K OLED رفته. به علاوه از گوش مصنوعی برای ارتقای محتوای کیفیت پایین استفاده کرده. سامسونگ هم از این رو نمایی کرد. یک تلویزیون تقریباً بدون حاشیه. حاشیه‌اش بسیار نازک و باریکن. 99% سطح این تلویزیون رو نمایشگری تشکیل داده که با توجه به تغییرات نور محیط، کانتراست و میزان روشناییش به صورت خودکار تغییر می‌کنه. در همین حال LG دیسپلی برای نمایشگر OLED شفاف و انعطاف پذیر خودش کاربردهای بیشتری رو ارائه داد. مثلا در هواپیما، در خودرو و در اتاق نشیمن. در اینجا دنباله تلویزیون های لوله شو به بالا رو که 2 سال پیش دیدیم شاهد هستیم. این یک نمایشگر OLED لوله شدنیه که از بالا به سمت پایین باز میشه برای کسایی که دوست ندارن یک تلویزیون کنج اتاق پذیرایشون جا خوش بکنه همیشه. میدونید که این ایده جدیدی نیست. سالهای گذشته هم نمونه‌های مشابهی رو از LG معرفی کردیم. OLEDی که اون بار از سمت پایین به سمت بالا باز میشد. قیمتش $60,000. هرچند بعید میدونم کسی که $60,000 پول داشته باشه واسه خرید این پذیرایش چندان کوچک باشه.
این هفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل قواعد سفت و سخت رمزگذاری داده‌های اپل با این غول فناوری درگیر شد. اپل با استناد به نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی کاربران از باز کردن قفل آیفون برای کمک به تحقیقات جنایی خودداری کرده. مایکروسافت بعد از 10 سال به پشتیبانی خودش از ویندوز 7 پایان داد. این یعنی کاربران ویندوز 7 از این پس به روزرسانی‌های امنیتی رو دریافت نخواهند کرد. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا توصیه کرده که کاربران ویندوز 7 دستگاه‌هاشون رو در اسرع وقت عوض کنند. فرودگاه هیترو لندن در حال نصب سیستم ضد پهپاد جدیدیه که میتونه هواپیماهای غیر مجاز و همینطور خلبان اونها رو تشخیص بده. این اقدام در حالی صورت میگیره که پس از تعطیلی موقت فرودگاه گتویک در سال 2018، فرودگاه‌ها به طور فزاینده‌ای دنبال راه‌هایی‌اند تا از ایجاد اختلال به وسیله پهپادها جلوگیری کنند. قرار خودروهای تسلا یاد بگیرن تا با عابران پیاده صحبت کنن. اونم با یک لهجه عجیب انگلیسی. ایلان ماسک مدیر عامل تسلا یه ویدیو از یه خودرو توییت کرده که با رهگذران حرف میزنه. ظاهراً از این ویژگی قراره برای گفتگو با بقیه راننده‌ها و عابران پیاده استفاده بشه. و در آخر سرویس پخش موسیقی اسپاتیفای فهرست‌های شخصی سازی شده از آهنگ‌های مناسب حیوانات خانگی ارائه کرده. پت پلیلیست تجربه جدیدیه که در اون کاربران اسپاتیفای میتونن بر اساس سلیقه و ویژگی‌های شخصیتی حیوانات خانگیشون و به کمک الگوریتم‌های موجود یه فهرست از مجموعه آهنگ‌های مناسب اونها خلق کنن. این دریاچه لاس وگاسه، واحی در بیابان. اینم استیسیه و اینم هیدروفویلر XE1، یک دوچرخه برقی بالدار که میشه باهاش رکاب زد تا روی آب حرکت کنه، هرچند قاعدتا باید دوتا چرخ داشته باشه که بهش بگیم دوچرخه. به محض اینکه رکاب میزنیم موتور برقی پروانه رو به گردش در میاره که دوچرخه رو به جلو هل میده. باله های زیری هم شبیه بال هواپیما عمل می کنند تا بدنه دوچرخه رو روی آب نگه دارند. شبیه چیزیه که شاید در مسابقات قایقرانی بادبانی دیده باشید. به نظر قابل هدایت میاد نه؟ حالا فکر کنین روندنش چقدر سخت باشه. اگه همون اول کار تند رکاب بزنید میتونید دوچرخه رو بالا بکشید و آب سواری کنید. ولی مشکل اینجاست، وقتی مهارتش رو نداشته باشید تا راه میفتید مشکلات آغاز میشن و شالاپ میفتید تو آب. ترفندش ظاهرن اینه که وقتی حس کردید دوچرخه توازنش به هم میخوره باید اون رو کج کنید و وزنتون رو به سمت مخالف بندازید. اگه مثل استیسی به اندازه کافی تجربه داشته باشید میتونید حدوداً تا 21 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرید. باتری این وسیله حدود 1 ساعت کار میکنه و قیمتش هم چیزی حدود 7500 دلاره. این از این، اما CS خیلی بزرگتر از این حرف هاست که من بتونم تنهایی همه جاشو بگردم. بنابراین میریم سراغ کابون ببینیم اون چی پیدا کرده برامون. امسال وسایل هیجان انگیز زیادی در بخش خانه های هوشمند توجه مرا به خودش جلب کرد. به بعضی از اونا نگاهی انداختیم. همیشه در CES از دستگاه‌های هوشمند زیادی برای خانه رونمایی میشه. بعضی هاشون بیشتر از بقیه خلاقیت دارن. این اسمش ویل میست. چرخ‌های هوشمندی که با دستورهای صوتی میتونن مبل و صندلی رو هر طوری که بخواین جابجا کنین. در یکی از گوشه‌های نمایشگاه برای خودش جا خوش کرده بود. با بازدید کنندگان به طرف خودش جلب می‌کرد. قلمو کتابچه مرا که آورد، ولی ببینیم که میتونه کارهای سنگین تری را هم انجام بده. با دیدار سازندش رفتم تا بپرسم ایده ای کارش از کجا آمده و میخواد به کجا برسه. In the future you can use it for almost anywhere you want. در آینده هر جایی میتونید استفاده اش کنید. ما میخواهیم همه چیز را در مورد قابلیت جابجایی متحول کنیم.
می‌خواهیم خانه‌های هوشمند را ببینیم که تنظیمات مختلف داشته باشند. مثلا فکر کنید که برای جابجایی دیوار به کار برود تا از فضا که در آینده خیلی گران و محدود خواهد بود بشود استفاده بهینه کرد. همه این کارا به لطف این چرخ‌های هوشمند است. ما هم وقتی متوجه شدیم که میشه با این دستگاه سرگرم شد، ازش در چهار طرف خانه استفاده کردیم. ویلمی در حال حاضر یک نمونه آزمایشی است و قرار است در ابعاد کوچکتری حدود 25 میلیمتر هم طراحی بشه. وسایل خانه در CES بخش پر رقابت است. تقریبا هر شرکتی از هر دستگاه و ابزارک چند نمونه مختلف طراحی کرده تا در رقابت عقب نمانند. هر کدامشون تلاش میکنند امکانی داشته باشند که دیگری ندارند. یکی از وسایلی که زیاد میبینیم دستگاه‌هایی است که برای تمیزکاری خانه به کار برده میشه. اول زباله‌دان هوشمند. تاونیو به طور خودکار باز میشه و میتونین آشغال‌ها را بندازین توش. وقتی پر شد حسگرهای هوشمند خبردارش میکنن تا به صورت خودکار در کیسه پلاستیکی را بسته‌بندی کنن. میتونین این بخش خودتانم به عهده بگیرین. حالا میشه کیسه پلاستیکی پر را بیرون انداخت و وقتی درش را میبندی کیسه پلاستیکی جدید باز میشه و اینجا قرار میگیره. این روند تکرار میشه تا همه 25 کیسه داخل حلقه لولایی را استفاده کنن. سازندش داره روی نسخه بزرگترش هم کار میکنن. اگر گاهی حواستان پرت شد و مثلا چیزی ریخت روی زمین و یا خواستید موقعی که مشغول کارهای دیگه خانه هستین یک چیز مثل دستیار کمکتان کنه و کف آشپزخانه را تی بکشه و جارو کنه، نگران نباشین. برای این هم یک چیز هوشمند هست. زیر همه جاروهای رباتیک ما یک جفت بروس میبینیم، اما تفاوت نوروال با بقیه جاروهای رباتیک است که یک جفت تی داره و میتونه خانه را تی هم بکشه و وقتی کثیف میشه یا ای که چارش کم میشه میتونه به ایستگاه اصلیش بره، هم خود پاک کنه و هم دوباره شارژ. ناروال قبلا اتاق نقشه برداری کرده و حالا وقت پاکاری است. میتونین چند طور مختلف برنامه‌ریزیش کنین. رویش کار میکنن تا در آینده از پس پاکاری نقاط مشخصی هم بر بیاد. یک جعبه آب تمیز داره و بخش دیگری که آب کثیف بعد از پاکاری تیها داخلش جمع میشه. این کار را باید بعد از پاکاری هر 30 متر مربع انجام بده که انصافا خوب است. اگر از او دست از آدمایی هستین که ترجیح میتین سر کار و مدرسه و دانشگاه با خودتان غذا ببرین، حتما گرم کردن غذا براتان مسئله است. برای این هم راه حلی آورده شده. هیت باکس از فناوری بخارپزی برای گرم کردن غذای داخلش استفاده میکنه. کاری که باید بکنین این است که یکی دو قاشق آب میریزین زیرش تا به گرم کردن غذا کمک کنه. سه حالت داره که میشه در حد کم، زیاد و متوسط غذا را گرم کرد. چیز حدود 10 تا 12 دقیقه وقت میگیره و حدوداً دو بار میتونه غذا را گرم کنه. سازنده هایش ایره در نظر داشتن که شاید این اندازه برای سیر کردن شکم خیلی ها کافی نباشه. برای همین سینی های اضافی را پیشنهاد دادن. میتونین چند تا از اینا را داشته باشین و برای گرم کردن غذا عوضشان کنین. در سالهای اخیر خدمات استریمینگ بسیار محبوب و فراگیر شدند و همینطور نامهای تازه‌ای به بازار اومدند که به رقبای جدی برای نتفلیکس تبدیل شدند. در CES امسال ایده جدیدی معرفی شد به نام کویبی که خدمات استریمینگ رو برای موبایل ارائه میده. در واقع تک‌های با کیفیت 10 دقیقه‌ای که در اختیار مشتریان و مشترکانش میگذاره که میتونن اونها رو در گوشی‌های موبایلشون ببینند. کویبی خدمات پخش زنده ویدیو یا استریمینگ مختص به گوشی‌های همراهه. قرار با گرفتن حق اشتراک فیلم‌های نفیسی رو در قالب‌های 10 دقیقه‌ای عرضه کنه که مخاطبان بتونن اونها رو در حال اینور اونور رفتن تماشا کنن. ولی جالب‌تر از همه اینه که هر فیلم فارغ از اینکه گوشیتون رو چطور نگه می‌دارید و صرف نظر از اینکه کی گوشیتون رو می‌چرخونید به طور تمام صفحه یا فول اسکرین پخش میشه.
اگه گوشی رو عمودی نگه دارید به جای اینکه به شما یک تصویر بریده شده نشون بده، صحنه‌های مختلفی که مشخصاً از سوی کارگردان انتخاب میشن رو روی صفحه می‌بینید. در واقع هر فیلم کویبی دو فیلمه که همزمان پخش میشه، با این امکان که هر وقت که اراده کنید تصاویر متناسب با وضعیت نگه داشتن نمایشگر جابجا بشن. این هدف اصلی بنیانگذارانش مگ وایتمن مدیر سابق دیزنی و جفری کاتزنبرگ بنیانگذار دریم ورکس بوده. تجارب نشون میدن که مردم در حرکتن، درسته؟ فکر میکنم اکثر اوقات از 7 صبح تا 7 شب. بنابراین ممکنه شما که سوار اتوبوس میشین گوشیتون رو عمودی گرفتید و بعد میخواین یه چیزی رو به شکل افقی ببینید و بعد پیاده میشین و الی آخر. برای همین ما میدونستیم که باید بشه به سادگی از حالت عمودی به افقی رفت و میخواستیم تصویر تمام صفحه نمایش داده شه. خیلی از ویدیوهای داخل گوشی در حال حاضر به صورت تمام صفحه پخش نمیشن چون متناسب با گوشی ضبط نشدن. این شد که با هم نشستیم و گفتیم باید محتویات رو طور دیگه فیلم برداری کنیم. فیلم رو باید کمی متفاوت‌تر ضبط کنیم و بعد برای ارائه آماده بشه. در این حال این تبدیل عمودی و افقی به هم رو باید با حداقل مصرف شارژ باتری و پهنای باند انجام بدیم. بنابراین یک چالش فنی داشتیم و چالش دیگه این بود که فیلم ها چطور باید ضبط بشن. این جادویی بود که باعث شد جفری و من تصمیم گرفتیم این شرکت رو راه بندازیم، چون اون بخش خلاقانه مسئله رو میدونه و من بخش فناوری موضوع رو، و در نهایت موفق شدیم کاری کنیم که کسی تا حالا نکرده. اونها عمدتاً با کیفیت 8K فیلم برداری میکنن و این کمک میکنه که بشه برش عمودی با کیفیت خوب از تصاویر داشت، کاری که قاعدتاً باید خیلی گرون عذاب در بیاد. خب ما اینجا نیومدیم که فقط دور تصویر رو ببریم، اینجا اومدیم تا به مردم چیزی عرضه کنیم که قبلاً ندیدن و این کار هزینه بره. میدونین ما از تصاویر تولید شده کاربران استفاده نمی‌کنیم، کاری که البته ما براش احترام قائلیم و عالیه، ولی ما محتوایی با هزینه 100,000 دلار در دقیقه می‌سازیم و بله گرونه، اما فکر می‌کنیم ارزشش رو داره. این قابلیت که بر اساس حالت صفحه گوشی صحنه‌های مختلفی رو نشون بدن در فیلم کوتاه نست یک گام جلوتر رفته. وقتی این فیلم رو به شکل افقی می‌بینید یک فیلم سینمایی عادیه، ولی وقتی گوشیتون رو به صورت عمودی در میارید به جاش چیزی رو میبینید که بازیگر اصلی داره توی گوشیش میبینه. ولی مگه آدم پول چند جور خدمات استریمینگ رو میخواد بده؟ Ultimately on a mega thing it's like yes we can't all afford that every single thing that we want so yeah in that فعلا اینجوریه، همه نمیتونن پول همه خدمات موجود رو بدن و طبیعتاً این چیزیه که براش داریم رقابت میکنیم. به عبارتی میخوایم بگیم دلارایی که برای سرگرمی خرج میشه. بله، ولی در ازای 4.99 دلار در ماه فکر کنم مردم از پسش بر بیان و کار ما از کارهای دیگران متمایزه. در آینده نه چندان دور تصور ما اینه که تبدیل به یک شرکت سودآور بشیم. اگر دیوانوار توسعه پیدا کردیم، اون وقت تصمیم میگیریم که آیا میخوایم بیشتر روی محتوا و بازاریابی سرمایه گذاری کنیم یا نه. ما از نقطه نظر مالی خیلی مسئولیت پذیریم و یک برنامه تجاری آماده کردیم که تحت حمایت سرمایه گذاران اولیه ما قرار گرفت، چون بهشون گفتیم که مسیر سوددهی چیه. این از اون چیزایی نیست که بگیم بیاین مخاطب جذب کنیم و بعد در مورد اینکه میشه پول درآورد یا نه حرف بزنیم. ما هر دو پیر این کاریم، این حوزه و کارش رو میفهمیم و سرمون میشه. قبلا مدیر عامل شرکت‌های مختلف بودیم و از روز اول برامون واضح بود که این شرکت مسلما در مسیر سوداوریه. این فقط شرکت های استریمینگ نیستن که دنبال جلب توجه و نگاهمان، تبلیغاتچی هم سخت دنبال همین کارن، با این تفاوت که کار برای اونا دشوارتر هم هست. لارلینگتون سری زده به شرکتی که میخواد با کمک بینایی رایانه‌ای و هوش مصنوعی آگهی ها رو به خورد ما بده. در دنیایی که بی‌حوصلگی روز به روز بیشتر میشه، چه کسی دیگه حوصله تماشای پیام های بازرگانی و تبلیغات داره؟ آیا این میتونه راه حل باشه؟ خب اینجا کنار من یه دیوار خالیه، اما میشه خیلی به سادگی عوضش کرد. میریاد امیدواره با کمک هوش مصنوعی برای درج آگهی مرتبط با محتوایی که میبینیم جای مناسبی پیدا کنه.
من چند تا ویدیویی رو که ساختیم براشون میفرستم و بعدش هوش مصنوعی میتونه انتخاب کنه که آگهی در کجای تصویر باید درج بشه. شناسایی و درک اینکه تصاویر در کجای محتوا قرار بگیرند تماماً به کمک هوش مصنوعی انجام میشه. این همون جاییه که به علت پیچیدگی سایه‌ها و نورپردازی و موارد مشابهش ما به یک دید انسانی نیاز داریم. با این حساب ما تیم کارکشته‌ای داریم، در واقع پسا تحلیلگرانی که برند رو در جای درستش قرار میدند، چون برای ماشین سخته که این رو یاد بگیره. مثلا در صحنه‌ای از تصادف خودرو شما لزوماً قصد ندارید که تبلیغ یک خودرو رو اونجا ببینید. خیلی بستگی به نوع محتوا داره. به طور مثال اگر چیزی مثل سریالی آبکی دارید که محتوای صحنه‌ها تقریبا تکراریه و میدونید چیزهایی که قراره ببینید چیان، مثلا کافه و میخونه و خیابونا، اون وقت میتونیم تشخیص بدیم که یه چیزی قراره مرتبا تکرار بشه. پس شما نمیتونید اون رو فقط در یک صحنه داشته باشید و توی صحنه بعدی ناپدید بشه. برای چنین وضعیتی خیلی به درد بخوره تا این موضوع را تشخیص بدیم و بعد اون آگهی رو به طور مدام در همه صحنه ها بیاریم. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم از نمایشگاه محصولات مصرفی یا CES 2020. هنوز چیزهایی از این نمایشگاه باقی مونده که ما سعی می‌کنیم تو برنامه‌های آینده بهتون نشون بدیم. اما تکرار این برنامه رو در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.